تلاش برای هویت یابی دوباره هزاره از همان جایی شروع شد که طرح معنی هویت این قوم در همانجا ریخته شده بود. و آن دربار حاکم ستمگر بنیانگذار افغانستان متحد عبدالرحمن خان جابر بود. اگر عبدالرحمن خان اولین نابود کننده و کتمانگر هویت مردم هزاره و شیعه به حساب می آید، بدون شک ملا فیض محمد کاتیب پدر تاریخ افغانستان اولین احیاگر دوباره این قوم شکست خورده به حساب می آید. فیض محمد کاتیب فرزند سید محمد فرزند خداداد متولد 1297 هجری قمری در قریه زرسنگ ولسوالی قرباغ ولایت غزنی در خانواده هزاره محمد خواجه به دنیا آمد که تاریخ، ادب و هنر افغانستان از پرورش فرزند فرزانه در دامان این خطه مردخیز بر خود می بالد. این دهقانزاده تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش می آموزد. دوران نوجوانی تا سن 18 سالگی در زادگاهش سپری می کند. در این وقت در اثر دسته جاسوسای انگلیس در افغانستان خصوصا در منطقه قرباغ جنگ مذهبی شعله‌ور می گردد که یک تعداد مردم متعصب و کردل بدون آگاهی از دسته دشمن کمر برای از بین بردن مردم هزاره و شیعه نموده. در قرباغ بالای مردم هزاره حمله نموده چی جنایاتی در این حمله که مرتکب نمی شوند که زبان از گفتن آن شرم دارند. مردم هزاره هم به خاطر دفاع از ناموس و عزتشان از قلا و سرزمینشان زن مرد پیر و جوان به مقابله برمی خیزند. تا جایی که مغلوب جنگی شروع می شود که بالاخره توسط دسته دشمن مکار که عهد و پیمان نموده به شرط امان دادن جانشان مردم هزاره به دشمن تسلیم می شوند. اما بعد از تسلیم شدن مردم هزاره عهد و پیمان قسم قرآن شکسته شده زیر پا می گردد. دشمن مکار تسلیم شدگان را همه به دم تیغ جلاد می سپارند و همه را سر می برند. متجاوزین بعد از این واقعه اسفناک قلعه فیضوخو و چندین قریه همجوار آن را غصب نموده که تا الحال غاصبانه از آن استفاده می نمایند که در این واقعه ملای نوجوان هم وظیفه دیدبانی از قلعه را به عهده داشته. بعد از این واقعه کسانی که زنده مانده بودند مجبوراً به سمت ناهور فرار نمودند و در آنجا ساکن می گردند. پدر فیض محمد کاتیب که ریاست و وکالت طایفه محمد خواجه را به عهده داشت به همراه چندین تن از بزرگان هزاره توسط اعمال حکومت به بهانه جرم و تفحص و تحقیق درباره ماموران انگلیس که برای تعیین سرحدات افغانستان و هند برطانوی عظیم جلال آباد گردیده بودند دستگیر و زندانی می شوند که سید محمد پدر فیض محمد کاتیب با دادن رشوه به مامورین دولت از زندان غزنی آزاد و بقیه اشخاص که توان پرداخت رشوه به مامورین دولت را نداشتند به کابل انتقال داده شده که در آنجا وفات نمودند. ملا فیض محمد کاتیب برای ادامه تحصیل به قندهار می رود. در حوزه علمی آن روز به کسب این و دانش پرداخته در سال 1297 الی 1303 هجری قمری عظیم هندوستان گردیده و در شهر لاهور اقامت افکنده و در آنجا از چشمه فیاض و ظلال حکمت و فضیلت رفع آتش می کند و در سال 1304 و 1305 آخرالامر افسار مرکب را به صوب وطن گردانیده رای رجعت در پیش می گیرد. در کابل بار سفر گشوده به سراغ جمع فرزانگان و اربابان دانش رفته در جمع آنان می پیوندد و سال 1305 الی 1310 رای دور و دراز را طی نموده عازم ایران و عراق می گردد. در حوزه علمی آن روز در آنجا به تحصیل ادامه می دهد. دستاورد این جدوجهد سیر و سفر آشنایی کافی با علوم مختلف اسلامی مانند کلام، حکمت، تاریخ، فقه، اصول، ادبیات عربی، منطق، لغت، حیات، نجوم، حساب و جبر بوده و حتی در جفر که علوم غریبه بوده سرآمد روزگار می گردد. اما به گفته اکثر مورخان و کاتب شناسان دانش او در سایه استعداد خدادادی و مطالعه مداوم و مشاهدات دقیق و عینی او بوده تا تحصیل در نزد اساتید محترم. کاتب به زبانهای دری، پشتو و عربی آشنایی داشته در خواندن و نوشتن و تکلم از این سه زبان استفاده میکرد و همچنین زبان اردو و انگلیسی را به اندازه رفع نیاز میدانست. از میان معدود اساتیدی که ملا از منظر او استفاده شایان نموده است
مولوی سرورخان اساقزایی که ملا تحریر عقل دوست خلاصه تلسا و شرح چغمنی را از او فرا گرفته است که در سراج تواریخ از او به نیکی و احترام یاد کرده است. ملا فیض محمد کاتیب او را میتوان پدر تاریخ افغانستان نامید. روحانی فعال، مورخ دردمند، جرح‌نگر و پرکار بود. او در عمر 70 ساله خود آثار بس گرانبها و بیکر به یادگار گذاشت. او با حوصله و دقت تمام فجایع را ثبت تاریخ نمود که تصور آن مشکل است که چگونه او با این کار خود جان سالم به در برده است. ملا در فن خطاطی هم استاد بوده و خط را با شیوایی زیبا و استحکام می نوشت. هنر خوشنویسی او باعث می گردد که امیر حبیب‌الله خان او را در دربار به کار نوشتن فرامین و نامه های دولتی به کار می گمارد. ملا فیض محمد کاتیب در سن نوجوانی در سال 13 هجری قمری در دربار را یافت. به این ترتیب ملا فیض محمد به کاتیب معروف می گردد. در اثر تردد ملا در دربار و واقف شدن حبیب‌الله خان به فضل و دانش او، خصوصا تسلط ملا به علم تاریخ و طی فرمان موظف می شود. تا یک دوره تاریخ را از زمان به قدرت رسیدن سلسله صدوزویی ها تا زمان به قدرت رسیدن شخص امیر حبیب‌الله خان بنویسد و در فرمان امیر قید می گردد. تحریرات پیش از سپردن به مطبعه از نظر امیر و چند تن از اولیای صاحب نظر بگذرد. از این رو تمام اسناد، مدارک، فرامین دولتی و نامه ها و گزارشات جبهه جنگ در اختیار او قرار می گیرد. تا وی بر علاوه کارهای روزمره دولتی به نوشتن تاریخ موصوف مصروف شود. البته در این راه زحمات زیاد را هم تحمل شد و گاهی لتکوب را هم به خاطر درج حقایق به جان خرید، ولی هرگز تسلیم نشد. مرحوم کاتب می دانست که هدف حبیب‌الله از تدوین سراج التواریخ حفظ آبرو و عیست برای خود و اسلاف خیش است. تا با ثبت کارنامه پدر خود به جهانیان نشان دهند کاری بس درخشان انجام داده است. از این که امیر حبیب‌الله خان فرد شایسته تری از ملا فیض محمد کاتب را در قلمرو خود نیافت، ورنه هرگز او را محرم اسرار حکومت خود و پدرش نمی ساخت. صرف نظر عظمت فرمان تعارفی حبیب‌الله خان، موضوع به حد مهم و حیاتی بوده که خود حبیب‌الله خان قصد تدوین آن را داشته. بدون شک فرد شایسته تر از کاتب در هیچ قوم و طایفه وجود نداشته که او را به این کار بگمارد. مهمتر از همه این که مرحوم کاتب نیز هدفمندانه به کار تاریخ نگاری در دربار مبادرت ورزیده است، نه این که از روی ناچاری و اتفاق بوده باشد. آیا حضور مرحوم کاتب در چنین درباری با آن همه قساوت و برهنی که صریحاً به ناموس هزاره ها تجاوز می شود، شرف و آبروی هزاره ها پایمال می گردید، شک برانگیز نیست؟ این سوال ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول ساخته است و برخی ها هم در این باره صریحاً اظهار نظر نموده است که از جمله مرحوم دکتر غزنوی می نویسد: بارها این پرسش تلخ ذهن ساده مرا آزرده است که چرا بزرگمرد دانا، قناعت پیشه وارسته، آگاه و دردمند چون فیض محمد کاتب حاضر می شود آن همه کلمات زیشت و نسبتهای ناروا را به مردم خود به کار برد؟ آیا صرف برای اینکه فرمانروای بیدادگر و ظالم را خوشنود سازد؟ آیا او از چنین کار احساس ناراحتی و درد و رنج نمی کرد؟ اما نتیجه گیری های اهل تحقیق که کتاب او را با دقت بیشتر خوانده است، چون مرحوم حبیبی، فرهنگ و نایل و دیگران مرا قناعت داده است که فیض محمد کاتب با استعمال آن کلمات نسبت بیشتر از ما رنج برده و توجهی به دلخوش کردن حکمرانان هم نداشته، بلکه این کار را در پرتو دوربینی و ملاندشی کرده است که فرزانگان آیندنگری مثل او از این هنر بهره‌مند بودند و ما امروز از برکت همین بزرگواری ها و از خودگذره های او معلومات ارزنده دست اول را داریم. ما گروه 3 نفری قاسم رحمانی، سید حمدالله جعفری و نگارنده حاج کاظم یزدانی زمانی که در سال 1370 هجری شمسی کتاب وقایع را بازنویسی می کردیم، بعد از گذشت 100 سال نمی توانستیم جلو اشکهای خود را بگیریم. پنهانی از همدیگر گریه می کردیم. بارها می گفتیم
ما بعد از ده قرن نمی توانیم جلوی گریه خود را بگیریم. چگونه مرحوم کاتب توانسته بود خود را کنترل کند با این شاهد صحنه های زیادی بوده است. از لابلای اوراق تاریخ دریافتیم که او به جای اشک خون گریسته است، ولی خداوند او را حفظ کرد که او افشا نشود. بتواند حقایق را ثبت تاریخ نموده به آیندگان منتقل نماید. خود او هم می ترسید و همیشه در خوف و ایراز به سر می برد و همواره انتظار مرگ را داشت. درباره آمادگی او به مرگ می گوید: هر وقت نسخه از سراج تواریخ را نزد امیر حبیب الله خان می برد تا تایید او را بگیرد، ابتدا دو رکعت نماز می خواند و هم برای نجات این نسخه از تلف شدن و هم برای آمادگی برای مرگ که مورد خشم امیر قرار می گیرد یا نه خود هم نمی دانست تا به خود را به پایان می رساند یا نه، یا نسخه مورد قبول قرار می گیرد یا خیر. بنابر این کار او در دربار دقیق و حساب شده بود. در این را آمادگی هر خطری را داشت. ادامه زندگی نامه فیض محمد کاتب را در قسمت دوم ببینیم. طوری که در قسمت اول دیدیم کاتب چگونه به دربار حضرت الله خان را یافت و چگونه با زحمات زیاد سراج تواریخ را نوشت. زمانی که یک قرن بعد یک نفر محقق و استاد دانشگاه آگاه با مسائل روز و تساوی حقوق انسانها مرحوم کاتب را به خاطر نوشتن برخی مطالب در سراج تواریخ مستحق شکنجه می داند، معلوم نیست در آن روز درباره او چی فکر می کردن. استاد دکتر محمد کاکر درباره شکنجه شدن کاتب از سوی حبیب الله خان می نویسد: آوازه است که یک بار امیر حبیب الله خان فیض محمد را به خاطر شر مفصل و غم‌انگیز جنگ هزارجات لتکوب کرده است. اگر این آوازه حقیقت داشته باشد تعجبی ندارد، زیرا از تمام واقعاتی که در سراج تواریخ آمده است جنگ هزارها بیشترین شر را دارد. در بعض مسائل از جمله جنگ هزارها پیش داوری و تعصب او آشکار است. گرچه مرحوم غزنوی وقتی مطلب بالا را از زبان دکتر کاکر نقل می کند خود جواب منطقی داده، اما به خاطر درازا شدن مطلب خودداری می کنیم. چون ادعای دکتر کاکر به اندازه گویا و روشن است که اگر او به جای عبدالرحمن خان می بود معلوم نبود چی کار می کرد. وقتی با عنوان دکترا و با تکیه بر کرسی استادی حملات مرگبار و تصفیه نژادی عبدالرحمن خان علیه هزاره ها را جنگ هزاره ها معرفی می کند و از آدمکشی 62% از مردم کشور خود را نابود می نماید حمایت می کند، باید به مرحوم کاتب آفرین گفت که این آثار گرانبها را چگونه توانسته است از سانسور این قضاوتگران تنگ نظر بگذراند. ما قصد به احترامی به هیچ کسی را نداریم. دکتر صاحب کاکر از افتخارات علمی افغانستان است، ولی او درباره عبدالرحمن خان نظر بسیار دلسوزانه و تایید کننده دارد که می نویسد که اگر روسیه و انگلیس افغانستان را مهات نمی کردند امیر عبدالرحمن خان شاید مناطق از دست رفته را دوباره به دست می آورد، امپراتوری دورانی را دوباره احیا می نمود. چون این نتوانید به استحکام قدرت در داخل پرداخت و در زمینه به کارهای موفق شد که حکمرانان سابق از آن عاجز مانده بودند. بدون شک اگر مرحوم کاتب به دربار نرفته بود با آن همه درد و رنج و زحمت اسناد و مدارک دست اول درباره قتل عام مردم خود ثبت تاریخ نمی کرد، معلوم نبود توجیهگران حکومت جنایت عبدالرحمن خان ذهنیت مردم و ما و جهان را چگونه اشباه می کردند. وقتی که دکتر کاکر او را به پیشداوری درباره مردم هزاره متهم می سازد، واضح است که دیگران چی برداشتی داشتم و دارم. مرحوم کاتب دریافته بود که عبدالرحمن خان قصد دارد مردم هزاره را از افغانستان ریشه‌کن نموده و گم کند، لذا او هیچگاهی صریحاً درباره تصمیم حکومت موضعی نگرفت و رویش غیر مستقیم در قالب طنز و استعارات مشکل فهم پیشه نمود. او هماره از نابودی هزاره ها به عنوان نابودی اقتصادی ضرر و زیان کل افغانستان یاد می کند. ایشان در تاریخ نویسی شیوه خاص خود را به کار بسته است و آن القای سوال در ذهن خوانندگان است. مرحوم کاتب می دانست که حبیب الله خان از تدوین سراج تواریخ
حفظ آبرو و حیثیت برای خود و اسلاف خیش است. تا با ثبت کارنامه پدر خیش به جهانیان نشان دهد که کار درخشان انجام دادم و این مطلب را در آغاز سراج تواریخ به وضوح مشاهده میکنیم. ولی مرحوم کاتب کاری کرد که با امکانات خودی دربار را به رسوایی کشاند. چنانچه سالها بعد وقتی کمال الله خان سراج تواریخ را خواند و جنایات جد خود را درک نمود، دستور داد که تمام کتاب سراج تواریخ را بسوزانند و تاریخ را سر از نو بنویسد. ولی تیر از کمان رفته بود و سراج تواریخ ماندگار شده بود. خوانندگان کنجکاو در آغاز سراج تواریخ با پرسش مواجه می شود که پاسخ آن را در متن کتاب باید پیدا نمود. آنجا که موقعیت جغرافیایی افغانستان و تعداد نفوس آن شهر داده می شود، مرحوم کاتب تعمدن تعداد عمده از نفوس کشور را هندو معرفی می نماید و از قوم هزاره نام نمی برد. این خود یک شاهکار است که خواننده را به تفکر وامی دارد که 5,500,000 هندو در کجای افغانستان زندگی می کند. هزاره ها که قسمت عمده جلد سوم را به خود اختصاص داده اند، چرا در فهرست اقوام در آغاز کتاب ذکر نمی گردد؟ و این سلطنت خصوصا مشتمل بر افغانستان و عموما بر قسمت از خراسان، بلخ، سیستان، کشمیر، حصه قلیل از لاهور و قسمت کثیر از ملتان است. جمعیت این همه ولایات از ملل غریبه 15 میلیون است. افغان 4,500,000، هندو 5,500,000، تاتار 1,500,000، ایرانیان 1,500,000 و قبایل دیگر 2,000,000 می باشد. برخلاف ذکر صاحب کتاب حیات افغانی، زیرا که مساحت کلی افغانستان را 300,000 میل مربع و در هر میل مربع 28 نفر آدم ذکر کرده است، جمعیتش را 8,400,000 نفر ذکر کرده است. هرگاه به طنز بالا دقت نماییم، بسیاری از حقایق و لابلای طنز و کنایه روشن می گردد. زمانی کاتب کتاب را تحریر می نمود، لاهور، ملتان، کشمیر جزو از افغانستان به حساب نمی آمد و با امضای قرارداد خط دیورن قلمرو افغانستان همین ساحه کنونی بوده است. بنابر این هندوها از لیست حذف می گردد و با امضای قرارداد خط دیورن نصف بیشتر از افغانها هم از قلمرو افغانستان به دور می مانند. با این حساب در زمان حبیب الله خان در تمام افغانستان طبق نوشته سراج تواریخ 2,250,000 نفر افغان، 1,500,000 ترک‌نژاد، ازبک و ترکمن، 1,500,000 نفر پارسی زبان، تاجیک و قزلباش و غیره وجود داشته است و 2,000,000 دیگر قوم هزاره بوده، چون که عبدالرحمن دستور داده بود که نامی از این قوم دیگر در افغانستان برده نشود. مرحوم کاتب نام این قوم را قبایل دیگر ذکر کرده است که هم منظور دربار برآورده شود و هم واقعیت ثبت تاریخ گردد. ممکن است برخی ادعا کنند قبایل دیگر شاید مجموعی توایف و تیره ها را شامل شود که هزاره ها هم جزوی از آنها باشد. این ادعا از آنجا قابل تردید است. در تمامی منابع آن روز نفوس هزاره ها تقریباً با نفوس افغان ها برابر ذکر شده است و گاهی حتی زیادتر. از این رو به طور قطع می توان گفت که منظور کاتب از واژه قبایل دیگر همان هزاره ها بوده است. کسانی که مایلند تمام آمارهای ارائه شده درباره نفوس افغانستان را مطالعه کنند، به مجله سراج شماره 7 مقاله ساختار نفوس و کتمان حقایق در افغانستان مراجعه کنند. اما از کجا می توان پی برد قبایل دیگر همان هزاره ها اند؟ مرحوم کاتب 15 یا 16 سال بعد از سراج تواریخ کتاب دیگری به نام نژادنامه افغان ضمن شرح و بررسی یک آیک از توایف افغان ساکن افغانستان هم اشارات به افغان های هندوستان دارند. درباره نفوس افغان ها در افغانستان می نویسد: افغان های مقیم افغانستان که تبل انانیت به نام افغانیت و دولت مستقل افغانستان نواخته و خود را مشهود انظار و مشهور آفاق و اختار ساخته، افزون از 300,000 خانه قراری که رقم شده آمده است در این مملکت بودباش ندارند. باقی تاجیک، ازبک، هزاره و مختلف هم.
و افغان اضافه از 300 هزار هرچی است مقیم خاک مستعمره انگلیس تابع امر و فرمان آنانند. در جای دیگر حدود اربعه هزارجاد را طوری بیان می دارد که هزارجاد در بطن افغانستان قرار دارد که از طرف غرب به دولتیار، غور و هرات، از جانب شرق به کابل و غزنین، اقوام اندر، ترکی، علی خیل، توخی، خوتک، علیزایی و سمت شمال و بلخ و بعض مناطق قزغن و از سوی جنوب به قندهار و توابع متصل به مضافات هرات و آن محدوده از چهار جانب به مردم اهل سنت و جماعت که خونخوار ایشانند محصورند. توایف هزاره 12 فرقه بزرگ چون دای زنگی، دای کندی، دای مرداد، دای ملکشه و دای میرک هر پنج معروف به ساده سویکن. دای چوپان، دای خطای، دای نوری، دای میری و دایه هر پنج معروف به ساده قبر. بیسود و جاوری معدود از فروق دیگر ساده سویکه به جا مانده است. درباره فروق و توایف هزاره می نویسد. هزاره ها از نسل مغول و تاتارند و در افغانستان مسکن گزینند. چی در معتین و مقام خود، چی در شهر و ولایات بین قبایل و ایلات افغان، تاجیک، ازبک، از جور و ستم حکومت، ترس و نهی به غارت افغانان بدینشین، افزون ستانی و برحمی اربابان و کتخدایان بره و سرکردگان قومی ترک منزل و مسکن نمودن. روز ذلت و مغلوبیت به همسایگی به سر می برن. و 650 هزار خانه یعنی 2,250,000 هزار نفر همه شیعه امامیه اثناعشری هم. بجوز قلیل از هزاره های شیخ علی، تاله و برفک و دره کیان پیرو آقاخان محلاتی می باشند. درباره خوی و خصلت هزاره ها می نویسد. مردم هزاره شجاع، سخاوتمند، جنگجو، مهمان نواز و از عدم علم و وجود جهالت لجوج، کینتوز، زشتخو، درشتگو و بدتاشم. و از مرارت فشار حکومت، زحمت و انزجار ملت افغان روی به فرار به سوی ایران دارند. مملکت مملوکه افغانستان ایشان در هر یک از طول و عرض 250 میل مشتمل بر سرسیر و گرمسیر و جبال مخزره که منابع انهار بلخ، کابل، پنشیر، لوگر، ارغنداب، قندهار، هرمند و نهر هرات هم. دارای آبشار و مرغزارها، سیدگاه های زیادی بقایت زرخیز و غلبیز موجب فراوانی نعمت و وسط ارزاق عموم اهالی افغانستان از لحوم، دسوم، ماکول و مفروش است. از آنجا که حکومت قلا، مزارع، مساکین، منازل، مراتع مردم هزاره را به زور غصب نموده تسلیم افغانان نموده است، این قوم زحمتکش پیشه زراعت و گوسفندداری و گاوداری دارند. زن مرد قانع و صبور بوده، زنانشان برگ، گلیم و نمد ساخته و روغن زرد به اندازه تجارت تهیه کردند. بازرگانان افغان صدها خروار در پنجاب، هند و سین برده به فروش می رسانند و هم تمام بلدان افغانستان به انواع و توابع براحت و وسط معاش می زیستند. اکنون که تیشه برشه خیش زدند، هزاره را از تعصب جاهلانه مزمحل ساختند، عموم اهالی افغانستان به ضیق معاش و تنزیل لحوم، دسوم، اقباط و ضعف قوه جامعه گرفتار آمدند. باز هم ظهیر و موازید حکومت حاضر یعنی حکومت امان الله خان هم هزاره است. وقتی درباره نابودی هزاره صحبت میکند، جنبه اقتصادی قضیه را که از این قتل عام و نسل کشی به مردم کشور ضرر رسیده مخفی نمیسازد، بلکه پافشاری دارد، چون می داند یگانه رای نجاد هزاره ها همین ذهنت سازی است تا دیگران و حکومت را سر عقل آورده باشند و در کنار آن همیشه به این واقعیت تاکید دارد فلان مناطق به دست هزاره ها بود. حکومت به زور گرفته تحویل افغان ها نموده هزاره ها فراری شده اند. هرگاه خواننده حوصله‌مند و منصف جلد سوم سراج تواریخ کتاب وقایع افغانستان و نژادنامه افغان و دیگر کتب کاتب را به دقت مطالعه کند، به این حقیقت پی خواهد برد که مؤلف همیشه در پی افشای جنایات ضد بشری عبدالرحمن خان و حکومت بعد از او علیه مردم هزاره بوده و از هر سوژه و هر شرایط از این مهم چشم نبسته است. او رسالت خود می دانست که به عنوان یک عالم، یک روحانی و یک مورخ، مردمی که حاکم وقت قصد داشته از صحنه گیتی حذف کند.
و نام و نشانشان در تاریخ نباشد. دوباره زنده سازد. حتی در بدترین شرایط او مسئولیت خود را به درستی انجام داده است. مرحوم نایل زمنی معرفی مرحوم کاتب فرستوار آثار چاپی و غیر چاپی ایشان را معرفی نموده که ما هم برای آگاهی علاقمندان موضوع آن را عیناً نقل میکنیم. بخش اعظم زندگی ملا با قلم و کتاب همراه بود. او در نویسندگی آدم با حوصله و سرشار از استقامت و نیرو بود. با وصف که زیاد تنومند نبود روحیه بسیار قوی داشت. بر اساس یک سنجش ابتدایی حجم تألیفات او بیش از 6000 صفحه و آثار کتابت شده به خط او بیش از 10000 صفحه بالغ می‌گردد. ادامه داستان را در قسمت سوم ببینید. طوری که در قسمت دوم دیدیم کاتب چگونه مساحت و نفوذ کشور را شرح داد، در این قسمت می پردازیم به آثارهای به جا مانده از فیض محمد کاتب. تألیفات مرحوم ملا فیض محمد کاتب پدر تاریخ افغانستان تحفت لبیب شاید در تاریخ نخستین اثر تألیفی کاتب باشد که در 3 جلد قطور تألیف شده است. جلد اول این کتاب 561 صفحه وقایع دوران سدوزاییان را به تفصیل بیان می نماید. جلد دوم 885 صفحه تاریخ دودمان محمدزایی را تا دوران دومین یوریش نظامی انگلیس ها به افغانستان مورد بحث قرار می دهد. و همچنان در صفحه 369 همین کتاب ذکر ملاقات امیر دوست محمد خان را با لورنس انگلیسی که از آن بوی سرسپردگی این دودمان را به بیگانه ها نشان می دهد این مورد خط زده شده. و همچنین دستاندازی امیر دوست محمد خان به حلی و جواهر بانوان حرم حاجی فیروز خان سدوزایی حاکم هرات در صفحات 64 و 68 این کتاب آمده است. ماجرای مذکور در کتاب سراج تواریخ که صاحب نظران حکمتی بر تالیف آن نظریات داشته هم به نحوی آبرومندانه تری از آن یاد شده است. آقای حبیبی که یک نسخه خطی از کتاب تحفت لبیب را در اختیار داشته است درباره آن چنین اظهار می دارد. این کتاب نکات خوبی تاریخی را حاوی است. برای تحقیق کنندگان تاریخ نهایت غنیمت و سخت پسندیده است. جلد سوم تحفت لبیب دست نوشته مؤلف در 236 صفحه حوادث سالهای 1298 الی 1307 را در بر دارد. این کتاب از خط سانسور در امان مانده است. سراج التواریخ یکی از آثار ارزنده تاریخی افغانستان است که نام فیض محمد کاتب به آن گره خورده است. این اثر گرانبها که به استناد به نامه ها فرامین رسمی دولتی انبوی اسناد و مدارک موجود در دارالانشای دربار و آرشیو دولتی برشته تحریر در آمده است. صحت و اعتبار این اثر گرانبها باعث گردیده است مورخان به عنوان مرجع مطالب مورد نیازشان را در نوشته های خود نقل کنند. جلد اول سراج التواریخ وقایع 98 ساله دودمان سدوزایی را شرح می دهد. جلد دوم آن حوادث دوران زمامداری دودمان محمدزایی از آغاز تا تخت نشینی تا سال 1298 شامل می شود. تألیف جلد اول در سال 1325 هجری قمری و تألیف جلد دوم در سال 1331 هجری قمری هر دو جلد در اخیر سال 1331 هجری قمری در 387 صفحه چاپ می گردد. جلد سوم سراج التواریخ بخش اول که در 862 صفحه به چاپ رسیده است از ارزشمندترین بخش سراج التواریخ به حساب می آید. نویسنده حوادث خونبار و اسفناک دوران سیاه عبدالرحمن خان را در سال 1297 هجری قمری تا سال 1314 هجری قمری به تفصیل بیان می نماید. مؤلف برای تبیین ظلم، ستم، تعدی و تجاوز امیر و اموال دولتی در این بخش از کتاب ابتکار ظریف و زیرکانه به کار برده است. رویش چنان است که در لفافه ذکر اوصاف و القاب تمجیدی در ظاهر به ستایش و تکریم امیر و وابستگان امارت می پردازد
و مخالفین و ستمدیدگان را مورد لعن و طعن قرار داده است و آنگاه با مهارت به شرح خیانت، جنایت و ستمهای شکنجهگران قومی و مذهبی بر پایه کلمنارها و وضع مالیات سنگین، رواج رشوه‌خواری در میان حکام و مامورین دولتی و نوکرمآبی و دستنشانده امیر و خاندان حکومتی به انگلیس را در جای جای کتاب طوری بگنجاند، کم از دستبرد صاحب نظران حکاک و اصلاحگران حکومتی در امان بماند و هم تا ابد در حافظه تاریخ ثبت گردد و گاهی به مناسبت حوادث مربوط به سالهای 1332 الی 1335 هجری قمری نیز در این کتاب حکایت شده است. جلد سوم سراج تواریخ بخش دو که از احوال امارت 5 ساله عبدالرحمن خان نگارش یافته که به تازگی نزد وابستگان کاتب پیدا شده که در 416 صفحه گردآوری شده است که به خط عادی خود مؤلف است. چاپ این اثر که مطالب مندرجه آن در کمتر منابع تاریخی آمده است نهایت سودمند برای محققین تاریخ به حساب می آید. تعداد مجلدات سراج تواریخ 4 و یا 5 جلد می باشد که دو جلد اخیر آن در حال حاضر مفقود می باشد. دکتر عبدالاحمد جاوید استاد دانشگاه تعداد مجلدات سراج تواریخ را 5 جلد ذکر کرده است. نویسندگان دایره المعارف آریانا نیز عدد مجلدات سراج تواریخ را 5 جلد ذکر می کند. ممکن است جلد 4 و 5 آن نزد سردار عنایت الله خان فرزند امیر حبیب الله خان که در آن زمان متصدی و امیر نظارت بر مطبوعات بوده است باشد. مورخین درباره سراج تواریخ از جمله امیر محمد صدیق فرهنگ چنین اظهار می نماید: کار مهم و علمی که در زمان امیر حبیب الله خان صورت گرفت، تعلیف سراج تواریخ در تاریخ افغانستان از عصر احمد شاه به بعد توسط مورخ، محقق و دانشمند فیض محمد کاتب هزاره بود. مؤلف این کتاب نه تنها معلومات جامع و کامل را درباره دوره سدوزایی و محمدزایی برای بار اول در یک تعلیف نفیس جمع‌آوری نموده، بلکه سعی نموده در زیر پرده عبارات تعارفی که گریز از آن در آن شرایط خارج از امکان بود، یک سلسله حقایق را در مورد نواقص اداره و بیدادگری زمامداران به گونه مفصل و مستند ثبت تاریخ نماید و در جای دیگر می نویسد. و عده دیگر چون فیض محمد کاتب موفق شدند تا علی رغم سانسور شدید برخی از حقایق را در لابلای کتاب‌های رسمی دولتی بگنجاند، اما تعداد این گونه آثار اندک است. سراج تواریخ نخستین کتاب ضبط وقایع دولتی افغانستان شمرده می شود و برای مورخان دیگر که می خواهند آثار خود را مطابق موازین جدید تاریخ نویسی می نویسند منبع معلومات به شمار می آید. قراری که دکتر بیروز در سال 1361 هجری شمسی به منی حبیبی گفت کاتب کتاب تاریخ خود را تا سال 8 عصر امانی سال 1306 هجری شمسی نوشت. 6 سال اخیر عبدالرحمن خان و تمام دوره امیر حبیب الله خان را در یک جلد در حدود 3000 صفحه در کتابخانه معارف موجود بود و اول قتل حبیب الله خان را هم داشت، ولی اکنون موجود نیست و نیز جلد پنجم به خط خود کاتب بر احوال 8 سال و 3 ماه سلطنت امان الله خان نزد عبدالغفور غرقی دیده شده بود که سرنوشت این جلد هم معلوم نیست. حسین نایل درباره سراج تواریخ می گوید بگمان مجلدات سراج تواریخ با شرایط تاریخ نویسی وقت نسبت به همه آثار پدید آورده شده در این نهج جامع‌تر و مستندتر است. واقعات و رویدادها به تفصیلی که در این کتاب اعضا و بیان گردیده علی الظاهر در هیچ یک از کتب تعریف شده دیگر در این نهج آورده نشده است. یکی از موارد سراج تواریخ این است که مؤلف با شهامت زیاد و به طور زیرکانه در هر جای اثر خودگاهی به صراحت و زمانی در الفاظ و عبارات رشوه‌خواری، جور، ستم و دیگر بدکاری های کارداران وقت را در هر موقف و مقامی که بوده اند مورد نکوهش قرار داده و افشا کرده است. و از همین جاست که گویم بارها مورد عتاب و سرزنش واقع گردیده است که خود کاتب می نویسد در خلال این احوال در ماه رمضان سال 1311 هجری قمری بندگان سردار حبیب الله خان در نصف شب خوابیده بودم.
من را از خواب بیدار کرده با خود در قصر شاهی جلال آباد بردم. پاهایم را در فلکه بسته و در کف پاهایم با چوب بسیار زدم که دیگر بیکارگی نکنم. در حالی کاری که باعث خشم و ستم آنها شده بود نکرده بودم. واقعیت این است که جای کاتب هر کس دیگر می بود و دربار دوام نمی آورد. مثل هزاران نفر دیگر رای نیستی را طی می نمود و یا این که فرار نموده جان خود را نجات داده، شاید آن همه فجایع قتل، کشتار، آزار، عزت مردم خود نباشد. اما او هدفی بالاتر از این داشت. خداوند او را در دربار حفظ کرد تا پیام رسان دردها و رنجهای مردمی باشد که در یک مساف نابرابر همه چیز خود را از دست داده بود. حضور کاتب در دربار در شرایطی که هر روز و هر لحظه فریادهای دلخراش جان دادن صدها هزاره که اعدام می شدند یا زنده زنده پوست از سر وطنشان جدا می شدند، بسیاری از محققان را به حیرت واداشته است. یکی از مسافران قصه می کرد که عبدالرحمن خان عادت داشت که با چشمانی از حدقه بیرون شده هزاره ها بازی کند. تشت پور از چشم هزاره ها را نزد او می گذاشت. او با چوب هر کدام آنها را فشار می داد و می خندید. چشمان هزاره ها یک رنگ نبودند. همین رنگ ها بیشتر توجه او را جلب کرده بود. اگر دربار افغانستان مرحوم کاتب را قبول کرده بود، به خاطر این نبود که او را دوست داشته باشد، به خاطر این بود که به او نیاز داشتم. کار او را کسی دیگر نمیتوانیست انجام دهد. لذا از آغاز تا پایان کار در دربار مخالفانی سرسختی داشت که همواره میخواست او را حذف کنند، ولی او با مقاومت و سرسختی از این وظیفه به آن وظیفه برای احیای هویت مردم خود منتقل میشد. لذا شمشیر قلم و بیان را در دفاع از مذهب و قوم خود هرگز کنار نگذاشت. مهدی فروخ سفیر ایران در دوره امان الله خان می نویسد. آقای فیض محمد خان فرزند سید محمد وکیل از قوم هزاره محمد خواجه است. در امارت امیر عبدالرحمن خان به سمت منشی حضور انتخاب شده و شخص مورخ است. اکثر تواریخ افغانستان به قلم او نوشته شده است. در بین جماعت قزلباش شخص محترم است. سلطنت امان الله خان و وزارت نادر خان به مدعی العموم تعیین گردید. به واسطه مخالفت وزرا که هزاره است مانع تصدی او گردیدند. بعد به وکالت هزاره منتخب گردید. عبدالعزیز خان وزیر داخله و جمعی دیگر به شاه مراجعه کردند و به شاه گفتند اگر این شخص به شورا برود دیگر کسی حاضر نمی شوند. فعلا به شغل معلمی مشغول است. در بین قزلباش ها، هزاره ها و بربری ها نفوذ کامل دارد. نسبت به جماعت سنی مذهب نهایت درجه خصومت و دشمنی دارد و در مذهب تشیع به اندازه متعصب است. ولی در این که او سخت پابند مذهبش بود در آن شکی نیست و خود هم این واقعیت را پنهان نکرده است و خود بارها به آن اشاره دارد. دکتر رضوی غزنوی درباره اعتراف مرحوم کاتب در مورد به پابندی مذهب شیعه می نویسد. کاتب مرد حساس، شجاع و حاضر جوابی بود. معروف است که وقتی وزیر معارف وقت سردار فیض محمد خان خواست او را از معلمی منع کند، به او گفت تو مریض هستی، مرضی تو ساری است، بچه ها را می گیرد. کاتب جواب داد مرض من ساری نیست، مذهب من ساری است. ادامه داستان را در قسمت چهارم می‌بینید. طوری که در قسمت سوم درباره سیراج تواریخ و آثارهای کاتب گفتیم، در قسمت چهارم هم می‌پردازیم به ادامه آن. به جرأت می توان گفت که رویدادهای عهد سلطنت امیر عبدالرحمن خان در هیچ کتابی با این تفصیل، خصوصیات و جزئیات ضبط نگردیده و مندرجات هیچ کتابی از وقایع این زمان به پایه سراج التواریخ موثق و در خور اعتماد نیست. صدها مطالب در خور توجه و حیرت آور از تاریخ این سرزمین در لابلای اوراق و سطور آن نهفتند.
تعداد نامه های اماکن مربوط به افغانستان و سرزمین های مجاور و کشورهای دوردست در سراج تواریخ آمدند. آنقدر زیادند که حیثیت یک قاموس را بدان می بخشد. و شاید در کمتر اثر این اندازه معلومات جغرافیایی به دست آورد. اگر در آینده قاموس مکملی از مناطق جغرافیایی کشور تدوین شود، این کتاب را یک از منابع سودمند و معتبر به حساب آورد و مورد استفاده قرار داد. و در جای دیگری می گوید کاتب شرح بسیاری از رویدادهای مندرج در جلد سوم را به جلد چهارم ارجاع و حواله داده است که از جمله 25 مورد آن به نظر نگارنده نایل رسیده است. اعلانی که در شماره های متعدد سال ششم سراج الاخبار افغانیه سال 1334 تا سال 1335 هجری قمری برای تبلیغ و معرفی سراج التواریخ به چاپ رسیده، این نکته را بیان می‌دارد که جلد سوم تماماً چاپ شده است و بخش‌های از جلد چهارم هم زیر چاپ بوده است. کتاب سوزان سراج التواریخ پس از انتشار جلد سوم سراج التواریخ، هواخواهان و بستگان هیئت حاکمه با مطالعه کتاب خطر این اثر افشاگر را رسوایی امیر عبدالرحمن خان و نیای سلف محمدزایی را بر سر هر کوی و برزن نواخته بود. برخلافش امان الله خان گشادت میکنم، طبق فرمان تمام مجلدات باقی مانده جلد سوم از کتاب فروشی ها جمع‌آوری و سوزانده میشوند و اجازه طبع به جلد 4 و 5 هم که در مطبعه در انتظار چاپ بودند داده نمیشود. میر غلام محمد غبار درباره سوزانیدن سراج تواریخ می نویسد: چون شاه امان الله خان نواسه عبدالرحمن خان شرح اهدای لقب رئیس دلاور احترام طبقه اعلای ستاره هند از طرف ملکه ویکتوریا را به جد خود و سرسپردگی او را به بریتانیا در سراج تواریخ مطالعه نمود، چنان از رویش بریتانیا و تحمل جد خود برافروخت که امر کرد که تمام مجلدات این جلد ناتمام احتراق و در عوض آن تاریخ حقیقی افغانستان نوشته شود. در حالی که مندرجات این کتاب خود جزو از واقعات تاریخ دولت افغانستان و در عین حال ذخیره یک قسمت مهم از تاریخ قرن 19 افغانستان به شمار می رفت. اما این کتاب ناتمام در سال 1335 هجری قمری در مطبعه کابل طبع و به کلی از بین نرفت و نسخه های مطبوعه آن به دست اشخاص رسید. غبار می گوید جلد سوم چهارم سراج تواریخ در شورش بچه سقاو در سال 1308 از بین رفت. طبق نوشته دایره المعارف آریانا، جلد 4 و 5 سراج تواریخ تا زمان تحریر دایره المعارف در کتابخانه معارف موجود بوده، ولی امروزه اثر از این دو جلد موجود نیست. نادرخان پس از جلوس بر تخت سلطنت، سفارش سری و مؤکد به افراد معتمد خود در مورد از بین بردن تعداد از کتاب تاریخی از آن جمله مجلدات سراج تواریخ می کند. و بدین سان معدود مجلداتی که از دست برد امان الله خان در امان مانده بود به دست مزدوران نادری نادرتر می شود. کاتب آینه تمام نمای تاریخ و فرهنگ افغانستان است. خوبی ها و زشتی ها را یک جا نشان می دهد. او در حیات علمی و تاریخی از خود هزاران صفحه به یادگار گذاشته است که متاسفانه هنوز بسیار از مردم ما به اهمیت کارشان پی نبرده و با آثارشان چندان آشنایی ندارند. آثار علمی و فرهنگی کاتب را می توان به سه دسته تقسیم کرد: یک، تألیف و تدوین گوناگون تاریخی، علمی و مقالات مختلف. دو، تدریس و تعلیم. سه، استنساخ کتب کمیاب دیگر نویسندگان و دانشمندان. از جمله آثاری به جامانده از مرحوم فیض محمد کاتب بشر زیر می توان نام برد: تحفت الحبیب و سراج التواریخ که درباره آن شرح داده شد. تاریخ حکمای متقدم. این کتاب از هبوط آدم تا بعثت حضرت عیسی علیه السلام از روی خط مؤلف در سال 1302 هجری شمسی در مطبعه کابل دارای 189 صفحه می باشد به چاپ رسیده است که شرح مختصر حکمای پیشین را شرح می دهد. اثر دیگری که در میان موجودی یادداشت های کاتب نزد ورثه‌اش به نام آن اشارت رفته است، کتاب فیض از فیوزات می باشد. برخلاف سیاق نگاریش در سراج تواریخ، قلم فیض محمد کاتب در این اثر پی برده
سره و بدون دغدغه خار خار خاطر فارغ از مدحت گویی سلاطین و عمرا فقط به ذکر وقایع و شر جنایات و مظالم خاندان امارت بسنده نکردند، بلکه برای شیابی قضایا، بررسی علل و اسباب و وقایع هم دقیقانه پرداخته است. مندرجات متن کتاب که ثمره دوران کبر سن و پختگی کاتب است، از نظر انشا و جمله پردازی در قیاس با سراج التواریخ از جزالت روانی و استحکام بیشتر برخوردار است. کاتب این کتاب را به دور از چشم ماموران دولتی نوشته است، چون از چاپ آن در داخل افغانستان مایوس بوده و هم از ترس یورش ماموران دولتی به خانه اش و تا راج رفتن آن کتاب در سال 1306 هجری شمسی به سید مهدی فرخ سفیر کبیر ایران در کابل می سپارد تا نام برده از افغانستان خارج و شاید مطابق سفارش مؤلف در ایران به تب رساند. از این اثر تنها یک فصل در کتاب تاریخ سیاسی افغانستان، نگاهی به مشرق زمین، تألیف سید مهدی فرخ، نقل و اصل کتاب همچنان در پس پرده اختفا باقی میماند. کتاب امانیه، استاد سید الاکبر شهرستانی در سال 1334 هجری شمسی نسخه از تاریخ اصل امانیه به خط کاتب را از نزد عبدالغفور غرقی که از کتابخانه معارف به عاریت گرفته و از آن نقل برمی‌داشته مشاهده کرده است. دکتر محمد یعقوب واحدی و استاد عبدالحی حبیبی هم این گفته را تایید کردند. کتاب به کتابخانه معارف رجعت داده نشده است و سرنوشت آن مانند دیگر آثار مؤلف تا کنون خبری نیست. نسبنامه، توایف افغانه و نفوس ایشان، کتاب در معرفی و شرح حال قبایل، توایف و اقوام افغانستان است. کاتب قصد بر این بوده تا نسبنامه را در اواخر سراج التواریخ ضمیمه سازد، ولی پس از سوزاندن سراج التواریخ به دست امان الله خان، بناچار آن را به مرزا عبدالمحمد علیزاده اصفهانی صاحب جریده چهره‌نما در مصر و مؤلف امان التواریخ می سپارد. مؤلف امان التواریخ برای تکمیل نمودن کتاب خود دو بار به افغانستان سفر کرده است. از ملا فیض محمد کاتب اطلاعات کافی درباره تاریخ، جغرافیا و اقوام افغانستان به دست می آورد. ذکر این مطلب لازم است که جلد پنجم امان التواریخ دو بار تحریر شده است. اولین بار با معلومات اندک در 225 صفحه و بار دوم پس از سفر مؤلف به افغانستان و دستیابی به منابع معتبر از ملا فیض محمد کاتب در 397 صفحه به چاپ رسیده است. مرزا عبدالمحمد در این باره می نویسد که در سنه 1340 هجری قمری در افغانستان مسافرت نمودم و جناب فضایل معاب و معارف نصاب ملا فیض محمد کاتب که صاحب جامعه کمالات عالیه و معلومات مفیده بوده، به تحریر و تدوین نگارنده را مرهون کلک که هنر سلک خیش فرمودن. و در پایان مبحث بخش اول جلد پنجم می گوید این بود ذکر قبایل، توایف و اقوام افغانستان که به اهتمام عالم مدقیق فرزانه فیض محمد کاتب به دست نگارنده این سطور حاجی مرزا عبدالمحمد اصفهانی ملقب به مؤدب السلطان صاحب جریده چهره‌نما رسید و نگاری شد. فقرات شرعیه، این کتاب ملا محتملاً جزء کتاب درسی در مکاتب در زمان امان الله خان بوده است که در باب مسائل شرعی و اسلامی است. کتاب در سال 1300 هجری شمسی به اتمام رسیده و ملا عبدالواسع آخونزاده از علمای جدید اهل سنت نیز بر تألیف آن نظارت داشته است. ادامه این داستان را در قسمت پنجم تماشا نمایید. طوری که در قسمت چهارم درباره آثارهای کاتب گفتیم، در قسمت پنجم و آخر این بخش هم می پردازیم به ادامه آن. سبب و سرمبتلا شدن نفوس ناطقه انسانیه، کاتب در این اثر 103 صفحه‌ای که توفیق و تکمیل و تسمیه آن را نیافته است و بررسی مسائل دینی، اجتماعی و اخلاقی پرداخته است، زمامداری و سیاست کشورداری،
این اثر ناتمام و بدون نام در شهر و اوصاف زماندار، راه‌های صحیح کشورداری و ذکر انواع مدینه فاضله و جاهله، به سبک و رویش کتاب جمهوری افلاطون و آرای اهل مدینه فاضله فارابی در اواخر عمر ملا در سال 1308 هجری در زمان بچه سقا تحریر یافته است. تذکرت الانقلاب. این کتاب به ذکر وقایع سالهای 1307 و 1308 هجری شمسی، سقوط حکومت امان الله خان و به قدرت رسیدن بچه سقا و دیگر حوادث مختلف کشور می‌پردازد. کتاب با بیان وقایع روز سه‌شنبه 21 ربیع الاول مطابق به 4 سنبله 1308 ناگهان پایان یافته است و مؤلف عنوان کردن روز چهارشنبه 22 ربیع الاول فرصت ثبت حوادث را نمی‌یابد. ممکن است که در این تاریخ کاتب به فرمان بچه سقا و همراه هیئت صلح راهی هزارجات شده باشد. کتاب تذکرت الانقلاب در 209 صفحه با خط ریز نتعلیق نوشته شده که همکنون در آرشیف ملی در کابل نگهداری می شود. آقای نیلاب رحیمی درباره این کتاب می نویسد. تذکرت الانقلاب ثمره تلاش های پیگیرانه است که مؤلف در درون ماجراهای زمانی سخت، بحرانی و روزگار پرتلاطم به عمل آورده است و در جریان نگارش آن به پیمانه زیاد شدائید و آلامی را متحمل شده است. او که بدون تردید از عظیم دانشمندان و فاضل مورخان زمانش به حساب می آید، لیاقت و شایستگی خود را در شیوه کاربرد نگارندگی و نحوه بیان حقایق تاریخی در این کتاب تبارز داده است. آثار دیگر ملا فیض محمد کاتب عبارتند از تحفت الاخوان، استقلال افغانستان، وضعی تصمیه افغانستان، فیض الامان، سیاست الامان، جغرافیت الامان، امان الانشاء. حول موضوعات مختلف در دو مجله حیل فلا و آینه عرفان که میتوان به عناوین علم زن و عفت، دین و سلطنت در شماره های آینه عرفان در سال 1330 هجری شمسی اشاره کرد. مجموعه از آثار قلمی و یادداشت‌های گوناگون و 7 قلم نقل فرمان‌های دولتی، اسناد و مدارک معتبر جمعاً در حجم بالغ بر 3714 صفحه توسط دولت از وارثین کاتب به بهای نازل خریداری و به آرشیف ملی انتقال داده شده است. عزیزالدین وکیلی در کتاب تیمورشاه دورانی صفحه 5 آورده است که فیض محمد محرر و کاتب سراج الاخبار نیز بوده و با محمود طرزی همکاری داشته است. مرصدق فرهنگ هم می نویسد که فیض محمد کاتب به اغلب احتمال در تألیف سراج الاخبار کار کرده است. از یک سند خطی مربوط به وزارت دربار امانی چنین معلوم می شود که ملا همراه با مملوی عبدالواسی قندهاری و بدری بیگ در یک هیئت علمی مأمور مشغول تدوین، تهیه و تألیف قوانین مملکتی مطابق به موازین شرعی بودند. حسین نایل می نویسد که از سال 1337 هجری قمری به بعد از دارالانشا به دارالتألیف منتقل گردید تا در تهیه و تنظیم کتابهای درسی با دیگر اعضای دارالتألیف مساعی به خرج دهد و خود نیز به نوشتن کتاب و مقاله می پرداخت و چند گاهی در مکتب حبیبیه به حیث معلم ایفای وظیفه می نمود. در میان نوشته های کاتب آمده است که او کتابی به نام تاریخ عمومی افغانستان نوشته است. استنساخ آثار دیگران. ملا فیض محمد کاتب در حیات علمی خود به استنساخ و کتابت آثار دیگران، دیگر نویسندگان هم دست یازیده است. این عمل شایسته بر علاوه خدمت به جامعه، دانش و فرهنگ، گاهی باعث نجات یک اثر از نابودی می شده است. آثار استنساخی کاتب عبارتند از 1. دستورالعمل آگاهی. کتاب مجموعه از دستورات اورنگزیب به شاهزادگان مغول را شامل می شود که در سال 1165 میلادی به دست راجع عمل تنظیم گردیده است. کاتب در 230 صفحه این اثر را با خط زیبا بازنویسی کرده است. 2. دیوان شهاب ترشیزی. ترشیزی از شاعران دوران تیمورشاه دورانی است که در افغانستان به سر می برد. کاتب دیوان شاعر را در 358 صفحه به خط نتعلیق با تذیب و جداول مطلع استنساخ کرده است. دیوان مذکور در آرشیف ملی نگهداری می شود. 3. در بیان فیوزهای زرددار. موضوع این رساله از ترکیب و به گداز آوردن وسیله انفجاریه به نام فیوز که برای مقابله با دشمن به کار می رود بحث می کند. 4. پادشاهنامه مغولی. معلوم نیست که این کتاب از تألیف کاتب بوده و یا این که صاحب آن کسی دیگری بوده است.
آنچه مسلم است ملا در زندان چنین کتابی را تحریر نموده که خود در این باره می گوید. محرر این اوراق را که با جمع مشروطه‌خواهان 5 ماه محبوس سخت بود، پس از آن در ارگ بدون زولانه نظربند بود. به تحریر کتاب پادشاه شاهجهان‌نامه مغول مأمور فرمود و کتاب مذکور در 860 صفحه بود که به اتمام رسید و از قید آزاد شد و به وظیفه قبلی برگشت. 5. استنساخ مجلدات اول، دوم، سوم، چهارم و هفتم امان التواریخ. 6. استنساخ یادداشت‌های وقایع مختلف افغانستان. 7. استنساخ قرآن کریم. کاتب چند نسخه از قرآن کریم را با خط زیبا نوشته که یک نسخه آن را به سید مهدی فرخ سفیر وقت ایران هدیه داده است. حیات سیاسی کاتب. کاتب از جمله پیشگامان جنبش مشروطیت اول در افغانستان بوده که در این رابطه 5 ماه در شیرپور زندانی هم شده است. بنا به گفته شهید اسماعیل مبلغ، دیگر از اهل خبره، کاتب در لوی جرگه پغمان در زمان حکومت امان الله خان، احتمالاً لوی جرگه دوم، حضور داشته و در آن مجلس خواستار به رسمیت یافتن مذهب جعفری تشیع در کنار مذهب حنفی تسنن می شود. کاتب به مجلسیان می گوید که رسمیت تشیع از رونق و احترام اهل سنت نکاسته، بلکه باعث سرافرازی حنفیان و موجب پیشرفت و ترقی و تعالی کشور خواهد شد. الغای حکم بردگی اسیران هزاره که در یورش سبوانه عبدالرحمن خان به هزارجات به اسارت در آمده بودند و در خانه های اشراف کابل در بدترین شرایط به بردگی گرفته شده بودند. توسط امان الله خان محتمل است که در اثر حسن تدبیر و نفوذ کلام کاتب در وی بوده باشد. دانشمندان و صاحب نظران درباره ملا فیض محمد کاتب از جمله حسین نایل می نویسد. ملا فیض محمد کاتب یک از پاسداران به نام فرهنگ از سرزمین ما شناخته می شود که نزدیک به 50 سال از عمر با برکت خود را با پایمردی و ایمان نظر در راه پژوهش و نگارش آثار به غایت بهامند در ارتباط به مسائل جامعه افغانستان صرف نموده است. او با حداقل امکاناتی که داشت سعی به خرج داد تا نیم رخ از حالات روزگار تاریکی که در آن می زیست در نوشته هایش نشان دهد. عبدالحی حبیبی مورخ مشهور کشور درباره کاتب می نویسد. ملا فیض محمد کاتب حقیقتاً نویسنده پرکار و مورخ علمی بوده. چون که از قشر عامه برخواسته بود، طبعاً در نظر داشت که در لطف کلام خود احوال ستم دیدگان را تمثیل نماید و وجدان طبقاتی خود را تسکین دهد. طور که از معاصران کاتب شنیدم و در این راه مصیبت‌ها دیده و چندین بار مظلوم گردیده است. و کتاب او بهترین منبع برای معلومات دیگران می باشد. نیلاب رحیمی در کتاب سیر تاریخی کتابخانه ها در افغانستان می نویسد. یک از کتابخانه های شخصی در افغانستان کتابخانه شخصی ملا فیض محمد کاتب بوده است. این مرد فاضل و دانشمند از بهترین نویسندگان و مورخان عصر خیش شمرده می شود. به حقی زمانش لقب داده اند. فیض محمد کاتب نیز با نوشتن کتاب بزرگ و ارزشمند سراج التواریخ روبنگزترین و مستبدترین فرمانده زمانش یعنی امیر عبدالرحمن خان را نشان داده است و چهره واقعی او را تمام وقایع و حوادث نمودار کرده است. خانم بنفشه تحت مقاله فقیه دانشمند میهن ما می نویسد ملا در حکمت کلام، نجوم، ریاضی تبحر داشت و در عین حال با احساس وطن‌دوستی سرشاری که داشت و مسابه یک چهره برازنده قوی در بین مردم ارزندام نمود و محبوبیت زیادی بین حلقه های علمی پیدا نمود و از جمله شخصیت های بزرگ آزادی دوست و مشروط خواه به حساب می رود. غلام محمد غبار درباره شهادت کاتب می نویسد. بعد از سقوط حکومت امان الله خان توسط بچه سقاو طی فرمان به نام زعمای شیعی کابل، محمد علی جوانشیر چنداولی، قاضی شهاب، خلیفه غلام حسن پدر نهضت و فیض محمد کاتب، مرزا محمد قاسم خان از خافیه های چنداول، محمد مهدی جان از افشار که در سال 1312 هجری شمسی از طرف نادرشاه محکوم به اعدام شد، میراغا خان قرطای چنداولی پدر مرحوم میر علی اصغر شوها و نورالدین چنداولی پدر دکتر نظام الدین شهابزاده محمد عظیم کوهستانی صادر شد که به دازنگی رفته بیعت مردم هزاره را حاصل نمایند. اما مردم هزاره و بچه سقا بیعت نکرده، هیئت بدون اخذ بیعت به کابل بازگشتند.
بچه سقا و برادر خود حمیدالله را که ملقب به سردار اعلا بود برای سرزنش آنها به چندول فرستاد. او در سیدوکان چندول چند نفر از آنها را دستگیر نموده به صورت وحشیانه لطکوب نمود که فیض محمد کاتیب نیز از جمله آنان بود که در اثر این لطکوب معیوب گردید و برای تداوی به ایران رفت، اما صحتیاب نشده به کابل بازگشت. تا اینکه موصوف در اثر همین لطکوب و کبر سن به تاریخ 16 رمضان المبارک مطابق با ماه جدی 13/9 هجری شمسی در کابل در سن 70 سالگی این جهان را ویدا نمود و مردم افغانستان خصوصا هزاره ها از این نعمت بزرگ خدادادی که حکم پدر معنوی این مردم به حساب نیامد محروم گردید. محمد علی پیام درباره کاتب می نویسد: ملا در منطقه چندول در کوچه معروف سپای منصور در خانه کوچک معقر زندگی می کرد که از در و دیوارش معنویت پدیدار بود. حتی خوب بیاد دارم که بچه های خردسال چندول نیز به خانه فیض محمد کاتب احترام می نمود، زیرا در این خانه کوچک خدمات بزرگ و ذی قیمت برای فرهنگ و معرفی افغانستان انجام یافته بود. آثار علمی تاریخی افغانستان مصداق مقوله گنج در ویرانه است از زیر سقف همین خانه معقر به دسترس دانش‌پژوهان قرار گرفته است که امروز بزرگی و فضیلت این گوهر ناشناخته را به اثبات می‌رساند. کاتب تا روزی که دار فانی را ویدا نمود در این خانه معقر شرافتمندانه زندگی کرد. جنازه مرحوم کاتب را نیز از این خانه تشییع نمود. در حظیره ای که به فاصله نزدیک خانهش قرار دارد، یعنی بالاجوی چندول، محترمانه به خاک سپردند. از این که جنگ نور و ظلمت در جهان وجود دارد و مدتی را نیز در زندان سپری نمود، کاتب در سن 18 سالگی در قرباغ بود و از برج‌های دفاعی آنجا که جایگاه پدرش بود به طور مسلح حراست و نگهبانی می نمود. او مرد شجاع و پرفضیلتی بود که فراز و نشیب‌های تلخ را در زندگیش دید. جا دارد که همساله در گذشت این عالم متعهد و مسئول پدر تاریخ افغانستان را گرامی داشته و یاد او را زنده نگه داریم و با تجلیل از روز شهادت او آگاهی و شناخت مردم از خدمتگاران صدیق وطن به تاریخ غمبار خود بیفزاییم. از تاریخ گذشته خود عبرت گرفته و در پی رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط مثبت موفقیت‌ها بکوشیم. البته مرحوم کاتب بزرگتر از آن است که این یادکردها حق او را ادا کند. آنچه گفته شد گوشه ای از گفته های محققان درباره او بود که از منابع مختلف گرد آمده پیشکش علاقمندان گردید. خلاصه فیض محمد کاتب انسانی است خودساخته که در تاریکترین دوران تاریخی کشور ظهور کرد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. 92 سال روز شهادت ملا فیض محمد کاتب پدر تاریخ افغانستان که به دست کردلان و جاهلان وحشی در سال 13/9 هجری شمسی صورت گرفت را به همه انسانهای آزاده جهان و علل خصوص مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده، برایشان جنت فردوس تمنا داریم.